انجیل یوحنا باب چهارم و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شده اند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تعمید می دهد با اینکه خود عیسی تعمید نمی داد بلکه شاگردانش یهودی را گذارده باز به جانب جلیل رفت و لازم بود که از سامره عبور کند پس به شهری از سامره که سوخار نام داشت نزدیک به آن موضعی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود رسید و در آنجا چاه یعقوب بود پس عیسی از سفر خسته شده همچنین بر سر چاه نشسته بود و قریب به ساعت ششم بود که زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد عیسی به دو گفت جرعی آب به من بنوشان زیرا شاگردانش به جهت خریدن خوراک به شهر رفته بودند زن سامری به دو گفت چگونه تو که یهود هستی از من آب میخواهی و حال آنکه زن سامری می باشم زیرا که یهود با سامریان معاشرت ندارند عیسی در جواب او گفت اگر بخشش خدا را میدانستی و کیست که به تو میگوید آب به من بده هر آینه تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد. زن به دو گفت ای آقا دلو نداری و چاه عمیق است پس از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی که چاه را به ما داد و خود و پسران و مواشی او از آن می آشامیدند ایسا در جواب او گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد لیکن کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد بلکه آن آبی که به او می دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می جوشد. زن به دو گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم عیسی به او گفت برو و شوهر خود را بخوان و در اینجا بیا زن در جواب گفت شوهر ندارم عیسی به دو گفت نیکو گفتی که شوهر نداری زیرا که پنج شوهر داشتی و آنکه الان داری شوهر تو نیست این سخن را راست گفتی زن به دو گفت ای آقا می بینم که تو نبی هستی پدران ما در این کو پرستش می کردند و شما می گویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود عیسی به دو گفت ای زن مرا تصدیق کن که ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچه را که نمیدانید میپرستید اما ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم زیرا نجات از یهود است لیکن ساعتی میآید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد زن به دو گفت میدانم که مسیح یعنی کرستوس می آید پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. ایسا به دو گفت من که با تو سخن میگویم، همانم. و در همان وقت شاگردانش آمده تعجب کردند که با زنی سخن میگوید، گوید ولیکن هیچ کس نگفت که چه می طلبی یا برای چه با او حرف میزنی؟ آنگاه زن سبوی خود را گذارده به شهر رفت و مردم را گفت بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کرده بودم به من گفت آیا این مسیح نیست؟ پس از شهر بیرون شده نزد او می آمدند. و در اسنای آن شاگردان او خواهش نموده گفتند ای استاد بخور و دیشان گفت من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمیدانید شاگردان به یکدیگر گفتند مگر کسی برای او خوراکی آورده باشد عیسی به دیشان گفت خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم آیا شما نمیگویید که چهار ماه دیگر موسم دروست؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید زیرا که الان به جهت درو سفید شده است و دروگر اجرت میگیرد و سمری به جهت حیات جاودانی جمع می کند تا کارنده و درو کننده هر دو با هم خوشنود گردند. زیرا این کلام در اینجا راست است که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا چیزی را که در آن رنج نبرده اید درو کنید. دیگران مهنت کشیدند و شما در مهنت ایشان داخل شده اید. پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من باز گفت به دو ایمان آوردند و چون سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است اما بعد از دو روز از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست پس چون به جلیل آمد جلیلیان او را پذیرفتند زیرا هر که در اورشلیم در اید کرده بود دیدند چون که ایشان نیز در اید رفته بودند پس عیسی به قانای جلیل آنجایی که آب را شراب ساخته بود باز آمد و یکی از سرهنگان ملک بود که پسر او در کفرناهوم مریض بود و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او آمده خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد زیرا که مشرف به موت بود عیسی به دو گفت اگر آیات و معجزات نبینید همانا ایمان نیاورید سرهنگ به دو گفت ای آقا قبل از آن که پسرم بمیرد فرود بیا عیسی به دو گفت برو که پسرت زنده است آن شخص به سخنی که عیسی به دو گفت ایمان آورده روانه شد و در وقتی که او می رفت قلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و گفتند که پسر تو زنده است. پس از ایشان پرسید که در چه ساعت آفیت یافت گفتند دیروز در ساعت هفتم تب از او زایل گشت. آنگاه پدر فهمید که در همان ساعت عیسی گفته بود، پسر تو زنده است پس او و تمام اهل خانه او ایمان آوردند و این نیز معجزه دوم بود که از عیسی در وقتی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسید